بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، امروز 19 فروردین هستش، جلسه کلاس آشکارسازی و تحلیل هست، جلسه دوم این سال جدید هست که انشاءالله ما میخوایم امروز یه سری مطالب پایانی از استیمیشن رو بگیم. اگرچه استیمیشن همونطور که عرض کردم خدمتتون یک هنر هستش و خیلی زیاد بیشتر از این میشه صحبت کرد، سالها شاید میشه در باید صحبت کرد، هزاران مقاله در این زمینه نوشته شده که میشه به اونا پرداخت. ولی خب کلاس ما هم از لحاظ زمانی و از لحاظ سیلابسش یک محدودیت هایی داره که امروز اونو عرض میکنم خدمتتون. بعد از اون میخواییم بپردازیم به موضوع آشکارسازی که یکی از مهمترین شاخه ها توی مخابرات هستش، کلن اصلا توی مهندسی. می‌خواستم خدمت شما عرض کنم که اگه ما تا به حال اومدیم صحبت کردیم درباره اینکه رندوم پرتربیشن اینه که اگر ما یه سیگنالی داشته باشیم آرفی دریافت شده باشه از یک اس‌ای‌تی و علاوه نویز ما این رو اینو بگیم سیگنال مطلوب و اینو بگیم نویز. این نویز چه ماهیتی داره؟ اگر توی این مسائلی مثل رادار نگاه بکنیم یا مثلا فرض بفرمایید مخابرات نگاه بکنیم و زمینه‌های دیگه، این نویز میتونه اینجا در اینجا به صورت نویز باشه، همون نویزی که ما صحبت کردیم، میدونیم میتونه اینترفیرنس باشه، میتونه کلاتر باشه، میتونه جمعی باشه، توی کامیونیکیشن این نویز میتونه سیگنال های دیگران باشه. که ما میگیم undesiredن. مثلا شما تلفن همراه داره یه سیگنالی ارسال میکنه، این سیگنالش میخواد به یک گیرنده‌ای بفرسته، ولی دیگران هم دارن سیگنال به همون گیرنده میفرستن. مثلا BTS 5000، 6000، 10000 نفر بهش میتونن متصل بشن، ما یک نفری از اون هستیم، ولی دیگران برای ما سیگنال های undesired هستن. توی اینجا اینترفیرنس هم ما داریم، مثلا این BTS میتونه سیگنال های صدا و سیما، پلیس، ایمرجنسی، اینا رو هم دریافت کنن، اینترفیرنس اینجا میتونه باشه. بنابراین این نویزی که ما اینجا بیم. بعد یه نکته دیگر، این نویز ممکنه اینطوری هم باشه، بهش ما میگیم مادلینگ ارر. تو هر دوتای این ها میتونه مادلینگ ارر باشه. یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید که ما توی گیرنده داریم فرض میکنیم که سیگنالی که دریافت شده به این صورت بوده. به عنوان مثال که میتونسته یه چیزهای دیگری هم باشه، میتونسته یه چیزهای دیگر مثل این یا این هم باشه اینجا که این نوتیه، ولی گیرنده واقعا نمیدونه که ترانسمیتر چه سیگنالی ارسال کرده بوده. آیا ای کوسینوس امگا سفتی ارسال کرده بوده؟ آیا اینو ارسال کرده؟ یا هر چیز دیگه؟ بنابراین این میشه مدلینگ ارر. مدلی که ما داریم دچار خطاست. حالا اون خطا رو ما چطوری میتونیم
تصور بکنیم، ببینیم که ما میگیم فرض میکنیم اینه، ولی یک چیزی هم بهش اضافه شده بودی که ما نمیدونیم چیه. بنابراین اون عدم اطمینان ما، uncertainty ما، uncertainty در مدل کردن سیگنال مطلوب میتونه این نوتی باشه. اکثر اوقات این موضوع ما هستی، یعنی ما توی گیرنده، ما الان به عنوان گیرنده نمیدونیم چه سیگنالی به دست ما رسیده. فرض بفرمایید همین مثال رادار که چندین بار توی کلاس اشاره شد بهش، یک راداری ما تو زمین داریم که این داره یه سیگنالی ارسال میکنه. حالا گیرنده هواپیما باشه، هواپیما نمیدونه که این سیگنالی که ارسال کرده حتما اینطوری بوده، ممکنه یه سیگنال ساینوسویدالی باشه یا یه سیگنال پریادیک باشه، ولی لزوماً کوساینوسویدال اینها نیست، بلکه ممکنه مثلا چیرپ باشه. حالا ما فرض اگر بکنیم در گیرنده سیگنال این بوده، چون که نمیدونیم که چی ارسال شده بوده، باید بیاریم یه ارر ترمی به نام مدلینگ ارر، که همون انسرتنتی ما، عدم اطمینان ما در مدل کردن دیزایر سیگنال هستش، رو بهش اضافه کنیم. توی همه این حالت‌ها به غیر از حالتی که یعنی اینترفیرنس یه سیگنال کورولیتده، کلاتر کورولیتده، جمعین یه سیگنال کورولیتده، توی اینجا توی مخابرات اینا اینترفیرنس هایی که وجود داره یه کورولیتد هستن. ولی ما توی این کلاس نیومدیم در باره ما صحبت کنیم. حالا می‌خوام بپردازیم به این مسئله. این مسئله که اگر این نویز به صدا وایت نباشه و چه اتفاقی میفته؟ وایت نباشه مثلا. اگه وایت نباشه، حالا من میتونم تو کانتینیوس ورژن اینجا نمایشش بدم. اینجا میبینید. یا میتونم تو دیسکریت نمایشش بدم که این باشه. بیایم فرض بکنیم که این SN ما همچین فرمی داره، یک اچی هستش در یک پیکاری پس این الان بردار هست، این ماتریس، این بردار پس الان یک بردار دریافتی اطلاعات ما، یه ماتریسی بوده به این صورت که اومده در این بردار تیتا ضرب شده با نویز جمع شده که این وایت نیست، کالر سیگنال، کالر نویز. حالا اگه میخواییم این مسئله بررسی کنیم، دو حالت داره. یکی این که اتوکورلیشن این نویز رو ما میدانیم که فرض فرمایید این باشه، اسمشو میذاریم C، اسمشو C و یک رو داشته باشیم. اگر ما بیایم این رابطه‌ای که اینجا شما مشاهده می‌کنید، بیایم در سی پس ماتریس کوواریانس، کوواریانس ماتریس بیایم این کار رو بکنیم، بیایم طرف این رابطه رو در این ضرب بکنیم. ببینیم این نویزی که اینجا داریم، این نویزی که الان اینجا شد که این نوم هستش، الان این
عکسی رو بذاریم W. الان W transpose expectation شفاف. W transpose expectation شفاف. خب. این صورت اینجا به این صورت FC به این صورت expectation میاد روی این اثر میکنه این الان C هستش که میتونیم اینطوری نمایشش بدیم این دو تا با هم دیگه ساده میشن میشن یک آیدنتیتی این چون که ماتریس سی یه ماتریس هرمیشن هستش اینورسش هرمیشنه ترانسپوزش هم بکنیم این هرمیشن اون یک دو هم که دو به یک دو رسیده فقط آگه بعدی هاش رو تحت تاثیر پس این میشه آیدنتیتی به این صورت اگه ما کار بکنیم واقعا با این نویز وایت داریم کار میکنیم حالا اگه شما تیتا آنون باشه فرض کنید این نون هستش تیتا آنون باشه این مسئله تبدیل به این میشه که ما یک طرفه این رابطه رو در ترانسپوز این الان اسمش رو اجازه بده میگیم پی در ترانسپوز این ضرب بکنیم بعد در اینورس این ضرب میکنیم این چه تخمین ما برای تیتا تخمین ما برای تیتا این حالا از این رابطه میتونیم این مقادیر رو بگذاریم اینجا خواهی H transpose C inverse transpose C H inverse اینجا هستش H مشاهده می فهمید که این به تبدیل C inverse میشه تخمین ما برای نان وایت وقتی نویز وایت نباشه وقتی نویز وایت نباشه مثلا این کار نمیشه اینو ما بهش میگیم بلو بیست لینیر آن وایس استیمیتور ما از این رابطه میتونیم نویز رو هم تخمین بزنیم این نویزی که اضافه شده بوده چی بوده وقتی که این تیتا رو شما اینجا به دست بیاریم در اینجا قرارش بدیم تخمین شما برای این نویز به دست بیاریم تخمین شما برای این نویز مسئله که ما اینجا مشاهده میکنیم این مسئله که اینجا مشاهده چه حالت کالر نویزش چه حالت وایت نویزش سلوشنی که اینجا به دست میاد لیست اسکوئره
لیست اسکوئر سولوشن به همین خاطر اینجا ال میذارم، ال اس میذارم، لیست اسکوئر سولوشن. بله خب اگر این یک لیست اسکوئر سولوشن هستش، آیا ما میتونیم پیدا کنیم که واریانس این خط با چقدر بوده؟ واریانس یعنی الان چون که بر اساس رندام می رندام دیگه آر رندام این نو رندام هستش کاری که انجام میشه اکسپیکتیشن اینو اگر ما به دست بیاریم این اجازه بدید اسم این رو بذاریم کیو چه این فرقی میشه؟ این فرقی آر الان اسپیکیشن که از رابط مشاهده فرمایی چی هسته؟ هیچ هیچ هسته چون که ما داری فرج میکنیم که نویز زیرومیه فرض این که این نوعی زیرو بودید اورنج الان اگر این میخواستش unbiased estimator باشه اگر میخواست unbiased estimator باشه این باید identity باشه این دیتا رو ما داریم تخمین میزنیم unbiased یعنی چی؟ unbiased یعنی که expected value تخمین با خود اون چیزی که دنبالش میگردی برابر میشه دیگه ولی تو اینجا چون که این ماتریسه اینجا هستش این ماتریس هم کیو اینجا هست بعد رو نمیتونیم اثبات بکنیم به خیلی چیزا وابستگی داره یکی از اون چیزا سی هستش به سی وابستگی داره پس مسئله بلو لزوماً منجر به unbiased estimator در حالتی که سی رو سی داشته باشه نمیشه اینطوری تنها چیزی که باید باشه باید باشه identity حالا میتونیم covariance‌ش هم به دست بیاریم این الان از اینجا فرض اینکه نوع زیرو میده این بیا در اینجا ضرب بشه صفره این بیا در اینجا ضرب بشه صفره این دوتا هستند و این بنابراین این چیزی که برابر میشه با این میشه H H plus H و علاوه C یعنی این الان اینجاست پس expected value یا covariance تخمین ما covariance تخمین خواهد بود این چیز حالا کوواریانس تخمین به چه چیز میاد به چه استفاده میادش اگر این کوواریانس که اینجا شما مشاهده میکنید تخمین ما هست. آف دایگنال ترم هاش کوچک باشن حکایت از این میکنه که تخمینی که ما به دست آوردیم ولی برمه چون این یه وکتوره دیگه این یه وکتوره
الیمنت هاش روی دیگران اثر نداره یا اثری که دارن خیلی کم. و اگر مین دایگنالش مقادیرش کوچک باشن همزمان، این داره حکایت از این میکنه که تخمینی که ما داریم میزنیم حول هوش این مقدار داره قرار میگیره، یه وکتوره، چون که کوواریانس الان آگن بعدی باش نزدیک نیست، چون که ماتریس کوواریان آگن بعدی باش نزدیک صفر میشن. پس پی دی اف این تخمین ما حول هوش این قرار میگیره، پولوشی این نمیده را قرار میگیره. حالا نکته که اینجا حائز اهمیته، وقت نشد جلسه قبل ما برای شما این رو نشون بدیم، ولی راهکارش نشون دادم خدمت شما که ما اومدیم مسئله کوسینوسی رو نگاه کردیم، همین مسئله رو نگاه کردیم، این پارامترها رو ما می‌خواستیم تخمین بزنیم. گفتیم که شما باید بیاید مانت کارلو کار بکنید. مانت کارلو یعنی چی؟ یعنی اینکه تخمین رو به 100 بار 1000 بار انجام بدید، یه تعداد مرتبه انجام بدید، تخمین هایی برای فرکانس پیدا بکنید، تخمین هایی برای این پیدا بکنید، بعد این تخمین هایی که شما پیدا کردید بیایید واریانسش رو به دست بیارید، یعنی رو به دست بیارید. چون که تخمین های شما اینها خواهند بود دیگه، مثلا یک بار انجام بدید به این تخمین رسیدید، دو بار، دومین بار به این رسیدید، مثلا امومین بار به این رسیدید. حالا این رو اوریج بکنید چی به دست میاد؟ میانگین به دست میاد که این باشه، تخمین این باشه. بعد بیایید این رو انجام بدید، شما می‌رسید به این واریانسه، واریانسه. اگر این کوچک باشه، حکایت از این می‌کنیم که شما روش تخمینی که استفاده کرده بودی روباست نیست. در غیر این صورت نه، روباست نیست. حالا به چه چیزهایی وابستگی داره این روباست نیست؟ یکی سلوشن استراتژی شما که توی جلسه قبل مکسیموم لایکلیهود رو ما استفاده کردیم، یکی هم ابزاری که استفاده می‌کنیم. ابزاری که ما جلسه قبل استفاده کردیم مثلا اف می باوند بود، اف می باوند، یا اومدیم سیمیلیتد انیلینگ استفاده کردیم، دیدیم که این ابزار قدرتمندتر از اینه، هر دوتاشون کاست فانکشنی استفاده میکنن یکسانه، کاست فانکشنشون یکسان بودش، ولی این روش رواز چرا بخواد این گلوبال مینیمایزره، این لوکال مینیمایزره. پس ما بلو هم باش آشنا شده میدونیم. حالا ما یکی از صحبت هایی هم که روزهای اول باش ما کردیم در رابطه با ولتراها بود و همرشتاین ها بود که اونها رو اجازه میدید اگر وقتی باقی مون برای ما انشاءالله صحبت بکنیم، چرا که چیزهای دیگر که در اولویت هستن هم برای این کلاس باید مطرح بشه. پس ما حالی استیمیشن رو تا همونجایی که در توانمون صحبت کردیم که گفتیم که استیمیشن هنره، یه آرت. ولی دیتکشن یا آشکارسازی یه پرینسیپاله، قانونه. به چه صورتی؟ دیتکشن، واقعا دیتکشن برای باینری معنی داره، یعنی ما میخواییم یه چیزی رو بگیم بوده یا نبوده، هم بودن و نبودن اسمش دیتکشن، پس باینریه، یه چیز باینریه، صفر و یکی، یا هست یا نه، الان باران میبارد یا نمیبارد، نمیدونیم. ولی میشه اینطوری هم فرض کرد که ما میخواییم بین چند چیز بود و نبود رو پیدا بکنیم، اون اسمش، اونم میشه دیتکشن گذاشت، ولی بهش میگیم
multiple hypothesis testing. یه binary hypothesis testing داری که این واقعا detection یعنی این یکی مول binary hypothesis testing یکی هم multiple hypothesis testing multiple hypothesis testing این همین بوده نبوده بودنم. ولی این ما بهش میگیم طبقه بندی یا کلاسیفیکیشن. بس همین الان در رابطه با باران، الان باران میبارد ولی شدتش کمی یا زیاده. بس الان یه چیز دیگه هم اضافه شد، نه فقط باریدن هستش، بودن باران هستش، نزولات آسمانی هستش، ولی شدتش کمی یا زیاد. آیا باران همراه با تگرگ؟ آیا باران همراه با برف؟ آیا باران همراه با آفتابی شدن و دوباره ابری شدن؟ این حالت‌های مختلف میشه دیگه، میشه کلاسیفیکیشن. ولی کلا کلاسیفیکیشن یکی از زیرمجموعه‌های دیتکشن. کلاسیفیکیشن یه حالت خاصی، یا میشه گفت دیتکشن یه حالت خاصی از کلاسیفیکیشن. زیر مجموعه‌ای از کلاسیفیکیشن. حالا دیتکشن همونطوری که عرض شد خدمتتون یه پرینسیپال یا قانونه، روی کردی که براش وجود داره بیزی هم دیتکشن. بیزیان تست اون چیست؟ این هستش که ما میایم اپرایوری پرابابیلیتیز اساین میکنیم به هر تصمیمی که میخوایم بگیریم. یه پرایوری پرابابیلیتی اساین میکنیم به تصمیمی که میگیریم. بعد ما میخوایم دیتکشن رو قاعده‌ای براش تولید بکنیم، اختراع بکنیم، در نظر بگیریم که سبب میشه ریسک ما مینیمایز بشه. بیزیان تست واقعا اون آزمایش یا اون آزمونی هستش که منجر میشه به مینیمایز کردن ریسک. ریسک حالا اگه بخوایم به صورت مخابراتی ترجمهش بکنیم یا پراوتی ارر رو تن مینیمایز. چون یه حاله همون که عرض شد خدمتون توی حالت باینری بود و نبود، بگیم صفر و یک. صفر و یک نبودن و بودن، این هم از کجا نشأت گرفته؟ چرا صفر و یک؟ چون که هواپیما اون موقعی که مسائل دیتکشن مطرح شده که اینا اقتباسش کردن از کارهایی که استاتیستیشن ها انجام میدادن، آزمون فرد رو انجام میدادن، هایپوتزیس تستینگ رو انجام میدادن. آزمون فرد اینطوری بوده، بود و نبود. بله بعدن که مهندسا اینو یاد گرفتن، مثلا 90 سال پیش یاد گرفتن، اومدن گفتن که هواپیمای دشمن رو میخوان بگین هست یا نه، چرا که داریم از ابزار رادار استفاده میکنیم. پس رادار داره یه سیگنالی ارسال میکنه، آیا میخواد بگه که هواپیمای دشمن نیست یا هواپیمای دشمن هست؟ به همین خاطر اینا اینطوری در نظر میگیرنش، صفر و یک در نظر میگیرن. بعدن ترجمهش کردن چند سال بعدش توی کارهای مخابراتی که ما میخوایم بود و نبود سیگنال رو پیدا بکنیم. تا این مسئله که توی مخابرات تعداد زیادی از شما توی این کلاس، توی کلاس مخابرات پیشرفته هستیم، ما این مسئله رو در نظر بگیریم. آرتی میتونه دو حالت داشته باشه، یا فقط نویز خالی باشه، یا سیگنال به علاوه نویز باشه. حالا اینو میگیم هایپوتزیس صفر و
اینو میگیم هایپوتزیس یک، فرض صفر، فرض یک. بعضی وقتا بهش میگن نال هایپوتزیس، به این میگن سیگنال هایپوتزیس. نال ان نال سیگنال هایپوتزیس. نمیخوایم تخمین بزنیم استی، ما توی مخابرات استی رو میدونیم چیه. توی این مسائل استیمیشنی که امروز صحبت کردیم یا اصلا کلا استیمیشن، ما میگفتیم پارامترهاشو نمیدونیم، نیومدیم بگیم که سیگنال رو نمیدونیم چیه. اگه ما میومدیم درباره مثلا چیزهایی که از کلا فیلمان ولتراها صحبت بکنیم یا همرشتاین ها صحبت بکنیم، در اونجا اینها را میخوایم پیدا بکنیم، تخمین بزنیم، استیمیتشون بکنیم. یا اون چیزی که شما تو ویبلت دیدید، ویبلت یه سیگنالی هستش که ما نمیدونیم فرمولش چیه، ولی به واسه ویبلت میام چی میکنیم؟ پرامترایزش میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه یه سری ویبلت ها هستن که اونا ارتونورمال هستن، وقتی که ارتونورمال باشن هر چیزی رو میتونن بسط بدن. پس ما تنها چیزی که لازم داریم اینه که ذرایب ویبلت های ارتونورمال رو پیدا بکنیم تا بتونیم این سیگنال رو به دست بیاریم، با فرض اینکه این سیگنال هست به دست نیست. حالا اگر ما بیاریم این رو در نظر بگیم، کاست، این کاستی هستش که کاست و برای این یعنی چی؟ یه کاست اسوشیت بشه به تصمیم ما. باید بنشم کاست فور اس the cost associated for deciding on zero hypothesis given zero hypothesis is true. یعنی فرض این که سیگنال نیست، چه هزینه ای ما پرداخت میکنیم که تصمیم گرفته باشیم که سیگنال نیست؟ این چطور؟ این کاستی هستش برای تصمیم گرفتن روی فرض نهاش هایپوتزیس. باید داریم هایپوتزیس سه با فرض که هایپوتزیس یک درسته، هواپیمای دشمن در محیط هست، چه هزینه پرداخت میشه شما بگید هواپیمای دشمن در محیط نیست؟ امید بمباران میکنه شما، کاستش این شد دیگه. این بله، این بله، این کاست نداره. هواپیمای دشمن واقعا نیست، هواپیمای دشمن واقعا نیست، شما تصمیم گرفتید که هواپیمای دشمن واقعا نیست، کاست نداره. ولی اونها یعنی که استاتیستیشن ها، آماردان ها یا دانشمندا تو رادار، به اینا یه عددی اسوشیت میکنن. توی این کلاس ما همین امروز هم انشاءالله میگیم صحبت کنیم، اینو میگیریم صفر. ولی بالاخره از لحاظ آماردان ها که اینو معرفی کردن یه عددی، اونا راداری نگاه نمی کنن، اونا یه جور دیگه. مثلا فرض بفرمایید که همین ویروس، فرد بیمار واقعا ویروس نداره، شما تصمیم گرفتید که واقعا ویروس تو بدنش نیست، چه کاستی داره؟ کاستش اینه که اومده بیمارستان، شما وقتی گذاشتی ماینش، شما این پزشک، شما وقتی گذاشتی ماینش کردی، امکانات بیمارستان هم صرفش کردی، تصمیم گرفتی که بعدشون بیماری نداره. کاست بلاخره یک کاستی بوده، کاستش ملاین نیست، کاستش بد نیست. من میفهم یک کاست داری، هزینه مالی یا چیزی، هزینه شو وقت اینا بوده دیگه. من این چطور؟ این کاستی هستش برای تصمیم گرفتن روی یک وقتی که صفر درسته، هواپیمای دشمن در محیط نیست. شما گفتی هواپیمای دشمن در محیطه، یه اشتباه کردی. مثلا رادار شما یه دسته پرنده رو به عنوان هواپیما دیده، یا ابر رو به عنوان هواپیما دیده. خب چه اتفاقی میفته؟ کاستش این هستش که شما نگرانی بی خودی دارید، اتفاقی نخواهد افتاد، ولی همه رو به صرافت انداختی، شما سیستم شما همه رو به چیز انداختی، یا
به اینکه اون فرد بیماری واقعا نداره. شما گفتی بیماری داره. میدونی چی میشه؟ دو سه روز بعد تو بیمارستان نگرش داریم، بعد متوجه میشیم که نه این ویروس نداشت. یه کاستی بالاخره هست. این چطور؟ واقعا هواپیمای دشمن در محیط نیست. شما هم گفتی که واقعا در هواپیمای دشمن در محیط هست. شما تصمیم گرفتید واقعا هواپیمای دشمن هست. شما تصمیم درست گرفتید. ولی یه کاستی داره. کاستش اینه که باید باش مقابله کنید. یا بیمار فرد انسانی که به شما مراجعه کرده ویروس رو داره. شما هم گفتید ویروس رو داره. کاستش این میشه که بعد یه باید معالجش کرد. یه دو سه هفته ای بعدشون تو بیمارستان باشه. نه. یا اگه هواپیمای دشمن هستش نباید اجازه بدیم بیاد. باید پدافند زمین به هوا یا هواپیماهای ما برن باش مقابله کنن. یه کاست داره. ولی کاست دیگه. خب. حالا پی سنف پرابیبیلیتی هستش. نال هایپوتزیس. پی یک چیز پرابیبیلیتیه، سیگنال هایپوتزیس. و میدونیم هم که پی سه به علاوه پی یک یا هست یا نیست. غیر از اینکه نمیتونه باشه فضای احتمالی ما افراز میشه به دو حالت. جوینتشون میشه یک، یونیونشون میشه یک. حالا ما برای اینکه بیایم ریسک رو پیدا بکنیم باید یه مقدار مشاهده انجام بدیم. اون مشاهداتمون اسمشو میذاریم آر. پس آر باشه ابزرویشن های ما. حالا ما میخواییم این R رو اسوشیت بکنیم به H0 یا H1. این R رو میخواییم اسوشیت بکنیم، یعنی R رو دریافت کردیم با توجه به این کاست ها، با توجه به این پرایوری پرابیبیلیتی ها. میخواییم از این R متوجه بشیم که این R آیا از فرض H0 اومده یا از فرض H1 اومده. مثلا رادار تابید به محیط، برگشت به ما، یعنی سیگنال راداری را خورد به یه چیزی خورد برگشت به ما. حالا از این آری که برگشت، از این آری که ما دریافت کردیم، بالاخره هواپیمای دشمن الان هست یا نیست؟ معنیش چیه؟ معنیش این است که این آر آیا از این نشأت گرفته یا این آر از این نشأت گرفته؟ معنیش اینه. این probability density function میگوید که given هواپیمای دشمن در محیط نیست، PDF R چیست؟ این در واقع با اینطوری میشه گفت PDF R for null hypothesis. این چطور؟ این پی دی اف آر هستش برای سیگنال هایپوتزیس. ریسک چیست؟ ریسک اوریج کاست.
بیایم ریسک رو ببینیم چیست. بیایم سی سف سف رو در پی سف ضرب کنیم، بیایم در این ضربش رو probability این که R از H0 اومده به علاوه سی سف یک پی یک probability این که R از H1 نشد گرفته این R از H0 نشد گرفته. این هم ریسک میشه دید چون این همه جوینت پراببلیتی خواهد بود برای R و H0. این چیز این جوینت پراببلیتی خواهد بود برای R و H1. کاستمون هم سی سفیه که این چیز دوستان این جوینت پراببلیتی هستش برای R و H0 اومدی در C1 سف زبدش کرد. این چیز جوین پروبابیلیتی هستش برای R و H1 و در C1 زبدش. این دوتا مال H1 میشن، این دوتا مال H0 میشن. بذار این پروبابیلیتی ها چی هستن؟ این پروبابیلیتی این اینه این Z0 چیست؟ Z0 ریجنی هستش، Z0 ریجنی هستش که این میتونه فقط باشه توش. یعنی اگر ما بگیم فضای مشاهده observation space اسمش از Z این افراز کردیم به اینطوری فضای مشاهده رو افراز کردیم به آری که میتونه از Z0 بیاد یا آری که از Z1 بیاد. اینطوری میشه. حالا فهمید. پس الان این پی دی دیگه شما اینجا مشاهده میفرمایید یه آری هستش که میتونه اینجا باشه. هم این میتونه آر اینجا باشه. ولی ما داریم روی Z3 ازش انتگرال میگیریم. چه چیزی رو درست خواهد کرد؟ پروببلیتی رو میده که با فرض اینکه H0 صحیح بوده آر پروببلیتی چی میشه؟ آری که الان شما مشاهده کردید. این چطور؟ حالا اگر ما بیاییم اینها رو بخوایم انجام بدیم ببینید به چی میرسیم. این ریسک برابر با چی میشه؟ این شما دارید میگید که این برابر با چی میشه؟ شما دارید میگید که این تو به من آر رو برمید میگید روی زی سفر همین روی زی سفر میگیم دیگه. یعنی شما فرض مگه نکرده بودی که درسته، یعنی هواپیمای دشمن موجوده، ولی گفتید که نیست، پس باید روی زی سفر ازش انتگرال بگیر. این چطور؟ Z1 باید ازش انتگرال بگیریم.
روی سی یک باید شد یا حالا اگه ما بیایم این رابطه را استفاده بکنیم اینو میشه اینطوری نمایش داد. این فضا به زی صفر برای زی یک افراز شده بوده، پس به جای زی یک میتونیم بذاریم زی منهای زی صفر. خب بعد چه اتفاقا میفته اینجا؟ این انتیگرال که الان با آبی نمایش با قرمز نمایش شده این انتیگرال و این انتگرالی که اینجا شما می‌دارید بر زی صفر که اچ صفر داره اینجاست، می‌بینید اچ صفر اچ صفر اینا رو میشه با هم دیگه گرفت. وقتی فضا رو روی کل ازش انتگرال بگیم یک میشه، پس این الان تبدیل به چی میشه؟ اینجا بنویسم تبدیل میشه با یک منهای بعد شما اینجا میبینید که این h0 داره اینجا بهش 0 پس این دوتا انتگرال میشه یکی کرد. اینجا شما میبینید h1 داره اینجا h1 داره این دوتا انتگرال میشه یکی. پس ریسک برابر با چی میشه؟ اینجا یه ریسکی شما میبینید که به R یا observation وابستگی نداره که C1 0 P0 C1 1 P1 باشه. بعد اینجا و اینجا میشه فاکتور گره به این میشه اینجا بعد میتونیم انتگرال رو چون اینو کانستنت هستن این دوتا کانستنت هستن میتونیم اینطوری نمایش بدیم. یه منهام فاکتور میگیرم اینجا به این تبدیلش کنم. اینجا هم بگذاریم دی آر
الان یک فیکس کاست، این فیکس کاست بگیم یک کاست دیگه داره که وابستگی به آر داره، وابستگی به آر داره که چه مقدار از آر توی زی صفر قرار گرفته، کم یا زیاد. در این حال این عددام که کانستنتن مهمه ولی این پراویدنسیتی فانکشنال هست. حالا ببین چه اتفاقی میفته اگر این نکته، این مقادیری که اینجا شما مشاهده می‌فرمایید، اینجا زی صفر صفر از پیا میشه فاکتور گرفت، رو سادهش کرد اینجا رو، پی یک که بین صفر و یک، ولی کاست زی صفر صفر سی صفر صفر با کاست سی یک صفر مقایسه بکنیم، این از این کوچکتره، یعنی همیشه این بزرگتره. در اینجا همینطور، در اینجا همینطور که ما داریم بزرگتره. سی یک یک همیشه بزرگتر از سی صفر یک. پس ما الان این روابط داریم، با همیشه ما میدونیم که این ها هستن کا اجتماع نوشتن بیاریم همین این به همین بودیم که چی اینجا اجتماعی بزرگتر هستش از سی یک یک در ریز می نویستم صفر و یک خودم اجتماع میکنم. پس این الان مثبته بخاطر این کاست که شما بگید که هواپیمای دشمن واقعا هست، بعد تصمیم میگید هواپیمای دشمن در محیط هست، مقایسهش کنید با اینکه شما بگید هواپیمای دشمن در محیط هست، تصمیم بگیرید هواپیمای دشمن در محیط نیست، با این کاست بیشتر از این کاسته. یا بگید که ویروس وجود داره، شما تصمیم گرفتید ویروس وجود نداره، کاستش خیلی بزرگه بیچاره بیمار. ویروس وجود داره، شما گفتی ویروس هم وجود داره، این کاستش کمتره، این طرف تلف نمیشه، از بین نمیره، از ویروس کشته نمیشه، تلف نمیشه. پس کاست این از این کوچکتره. اینجا همینطور هواپیمای دشمن در محیط نیست، شما تصمیم بگیرید هست، شما مردم به نگرانی انداخت. یا طرف واقعا بیماری ویروس رو نداره، شما تصمیم بگیرید داره، خب یه کاست اضافه بیمارستان و اومدن و رفتن و پزشک و پرستار و از این چیزا کاستی زیاده دید. ولی واقعا طرف نداره، شما تصمیم گرفتی نداره، کاستی نداره، یه فقط یه تست روش انجام دادی، همون راضی هستش هم شما. پس این عداد، این مقادری که این تفاضل که اینجا میدید مثبت هست. حالا اگر این باشه، از اینجا اگر این باشه، بزرگتر از این، یک صفر، پی یک، پی صفر، پی صفر، اگر این صحت داشته باشه، میدونی چه اتفاقی افتاده؟ این اینتگرند مثبت شده، این اینتگرند مثبت شده، از به کاست داره اضافه میشه، به کاست داره اضافه میشه، چرا که داره روی زی صفر انتگرال میگیری،
پس نتیجه‌ای که می‌گیرید می‌دونید چیه اگر این صحت داشته باشه؟ اگر شما پی ببخشید یه پرابابیلیتی نوشتم پی دی اف، اگر پی دی اف آر رو پی دی اف اچ 1 رو که آر دریافتی رو توش بگذارید، این اگه صادق باشه نتیجه‌ای که می‌گیریم این هستش که آر متعلق به اچ 1 بوده. از این نتیجه‌ای که گرفته میشه آر دشت گرفته هستش از اچ 1. ولی اگر کوچکتر باشه ببینید چه اتفاقی میفته، این منفیه، اینتگرال منفیه، از ریسک یه چیزی داره کم میشه. پس نتیجه‌ای که میگیریم آر نشأت گرفته بوده از اچ 0. اینجا سیه. این دو تا رابطه رو میشه تو یک رابطه نمایش داد که این میشه. یعنی میگه که شما پی دی اف آر رو با فرض اچ 1 به دست بیارید، همون آر دریافتی، سیگنال دریافتیتون، اون آری که اونجا هست توی پی دی اف بگذاری، این فرم بکنید، یعنی دو تا پی دی اف، یه پی دی اف تحت اچ 1 یه پی دی اف تحت اچ 3، این ریشیو رو شما فرم بکنید. اگر از این مقدار طرف دست راست بزرگتر بود شما میگید که هواپیمای دشمن در محیط هست. اگر آر دریافتی رو که از اون رابطه آر دریافتی رو از این رابطه در این فرمول ما بگذاریم کوچکتر از طرف دست چپ شد، شما دارید میگید که فرض اچ 0 درست بوده، هواپیما دشمن در محیط نیست یا ویروس طرف نداره مثلا، اینطوری دارید. این این ریشیو که اینجا شما میبینید ما بهش میگیم لایکلی ریشیو تست. من این یک رندم وریبل مثبت، چرا؟ بخاطر اینکه پی دی اف مثبته، یک ابزرویشن توش بگذاریم پس این یه چیز مثبته. مثلا لاک دو ریش بده معمولا اینطوری نمایشش میدن، لاک دو ریش بده لاک دو ریش بده. بنابراین اگر ما در کلاس‌های گذشته درباره لاکی ریشیو تست صحبت کردیم که ما نیومده اونجا هیورستیک بوده دوستان، هیورستیک صحبت کردیم، یعنی چی؟ یعنی قانون نداشتیم، همینطوری بودیم. واقعا لاکی ریشیو تست قانونش بیزیانه، قانون لاکی ریشیو تست بیزیانه، بیز طرف دست راست رو لاکی ریشیو تست رو ببینید، ببینید چه مقادیری داره. این که مثبته، اینا مثبتن، همونطور اشاره شد به خاطر این چیزایی که اینجا ببینید مثبتن، پی صفر و پی یک هم که مثبتن، این مقداری که ببینید بین صفر تا بی‌نهایت، چون مخرج مثبته، صورت مثبته، پس کلش یه چیز مثبته، ولی مخرج میتونه خیلی کوچک بشه، پس میتونه ریشیوش میتونه خیلی بزرگ بشه. بالعکس، بالعکس مخرج این
صفر 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 من گوشتم پاکش کرد نیست. صورت میتونه خیلی کوچک بشه به خاطر این نمیفهمید. پس این میتونه ریشیو میتونه خیلی کوچک بشه. پس این مقدار بین صفر تا بی‌نهایت، این هم که بین یک رندوم وریبلی هستش که بین صفر تا بی‌نهایت میتونه. هنوز وقت داره؟ یه رو به دیگه وقت داره. حالا بیاییم یه مثال مسئله نگاه کنیم رو بینیم دوستان. مسئله که میخوام نگاه بکنیم این باشه. یا همچین مسئله رو تکراری کنیم. بگیم یه آری داشتیم که این از یه کانستنتی نشأت میتونسته بگیره به علاوه نویز. این یکی از مهمترین مسائل توی دیتکشن. می‌دونی چرا؟ چون که سیگنال را سیگنال میتابه به محیط. سیگنال میتابه به محیط. اگر هیچی در آسمان نباشه، ما فقط نویز دریافت می‌کنیم. نه، حالا ما نویز دریافت. اگر در آسمان چی نباشه، ما نویز دریافت می‌کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه رادار امواجش می‌خورن به مولکول‌هایی که در آسمان هستن. بعد چون که این مولکول ها در رندام اجیتیشن هستن، در حرکت میکنن، ولی سیگنال رادار که بهش میخوره میخوره به بی نهایت مولکول. اون بی نهایت مولکول هر کدومشون در یک راستا سیگنال رادار رو برمیگردونن. جمع رندام وریبل هایی که تو کلاس فرایند دیدید، رندام واک، رندام واک به خاطرتون میاد، رندام واک صفر. حالا ما یک بودیشو نشون دادیم برای شما، رندام واک یک بودی میانگینش صفر بود دیگه، میانگین صفر بود. ولی اگر توی محیط یک چیزی باشه، مثل هواپیمای دشمن باشه، نه فقط به مولکول های هوا میخوره به ما برمیگرده، بلکه به هواپیما میخوره که یه چیز دیترمینستیکه به ما برمیگرده. یه مقدار دیترمینستیک به ما برمیگرده که وابستگی به شکل هواپیما داره، وابستگی به سرعت هواپیما داره، ولی بالاخره یه چیزی هست فرق میکنه با اون حالتی که هیچی در آسمان. این الان همون نال هایپاتسیز ماست، این الان سیگنال هایپاتسیز ماست. اینطوره. حالا توی مسائل دیتکشن هم طوری که توی مسائل استیمیشن مهمه، پی دی اف ان چیست؟ ان پی دی اف چیست؟ ما اگه اینو بیان نمونه برداری ازش بکنیم به این میرسیم. بگیم این تا نمونه داریم، بگیم که این یه فرایند سفیدی بوده، یه فرایند سفیدی بدترین حالته. ما فرایند سفید بدترین حالته. اومدن در کالر صحبت کردن، میتونه وجود داشته باشه به خاطر اینترفیرنس کورلیتد پروسس، به خاطر جمعینگ کورلیتد پروسس میتونه باشه، ولی بدترین وضعیتش اینه که سفید باشه. اگه تو بدترین وضعیت شما بتونید کار رو انجام بدید، در حالتی که خاص هستش، پرفورمنسی که شما دارید بهتره. حالا اگر این یه فرایند گاوسی باشه، گاوسیان باشه، این آی ها وایت باشه، یعنی وایت گاوسیان پروسس باشه، این آی ها آی آی دی آر گاوسیان خواهد بود. آی آی دی آر حالا این پی دی اف حالا چی خواهد بود؟ و این پی دی اف چه خواهد؟ پی دی اف آر با فرض H1، پی دی اف آر با فرض H1 بخواد این اگه زیرو مین باشه، پس پی دی افش این میشه. آی آی دی دیگه
PDF R با فرض H0 چه خواهد؟ لایکلیهود ریشیو تست چه خواهد بود؟ بیایید طرف دست راست رو که به این چیزا وابسته است چه بذاریم به ایتا. نمیدونیم مقدارش چیه ها دوستان، این آنونه. چرا آنونه؟ برای اینکه پی صفر احتمال اینکه هواپیمای دشمن در محیط باشه پی صفره، احتمالی هواپیمای دشمن در محیط نباشه پی صفر، احتمالی هواپیمای دشمن در محیط باشه پی یک. خب الان بالاخره هواپیمای دشمن هست یا نه ما نمیدونیم اینو، این کاست ها را هم نمیدونیم. به خیلی چیزا باید به طرف دست راست درسته که یک چیز دیترمینستیکه ولی آنونه، نمیدونیم چیه. بیا اینا را تقسیم بکنیم با فرض اینکه این نون باشه، این نون باشه، اینجا سیگما نون باشه، این تقسیم این دوتا اینو کنسل میکنه، این باقی میمونه. پس لاکلی ریشیو تست میشه ساده ترش کرد. چی ساده ترش که اینجا RI2 هستش، اینجا هم RI2 هست، این میشه ساده بشه به این برسیم. بعد سامیشن رو این اثر بدیم، شود به این حالا الان یه حالت هایی بود ما گفتیم سیگمای نونه، سیگمای مشخصه. آیا ام مشخصه؟ آیا ام مشخصه؟ تو مثالی که من خدمتتون عرض کردم ام نامشخصه، رادار. ولی فرض کنید که ما میخوایم بگیم که این مقدار هم برای سادگی نون باشه، برای سادگی در عمل راداری که عرض کردم آنونه. حالا اینا حالت هایی میشه که باید بعداً صحبت کنیم، ولی شروعش نمیشه با چیزهای پیچیده باشه. خب این طرف مثبته، این طرف مثبته، از طرفی میشه لاگ گرفت. اگه لاگ بگیریم میدونیم به چی میرسیم؟ به لاگ لاکیو ریشیو تست میرسیم. لاگ لاکیو ریشیو تست، لاگ لاکیو ریشیو از طرف این لاگ بگیریم که لاگ لاکیو ریشیو تست ما این منها را اثر بدیم اونجا این نیست. اجازه بدید این هم اسمشو بذاریم
یه چیز جدید با لاگ نمایشش ندید. اسمش رو بگذاریم سیگمای مثبت طرفین ضرب بکنیم نامساوی جاشون عوض نمیشه. اینم بعدا ببریم اونجا بنویسیم. بیایم طرفین رو بر L تقسیم کنیم. حالا n اگر مثبت باشه نامساوی جاشون عوض نمیشه، جای x0 و x1 عوض نمیشه با فرض مثبت بودن. اگر مثبت نباشه جاشون عوض میشه. گفتیم نون دیگه، گفتیم نون هستش. اگر اون نون مثبت باشه اینه، اگر اون نون منفی باشه این. میدونی داره چی میگه؟ ما یه رسیدیم یه پروسسور، یه پروسسوره، یه پروسسوره یا آرهای دریافتی رو، آرهای دریافتی رو با هم جمع بزنیم. آرهای دریافتی با هم جمع. اگر از این طرف که میبینی بیشتر بود، معنیش این هستش که H1 فرض H1 سریم. اگر از این طرف کوچکتر بود من چی نسش اش سس کرد. حالا به نظر شما اگر ما طرفین رو در یک روی n ضرب بکنیم چه اتفاقی میفته؟ این چیست؟ این اوریج دیتاست، این اوریج دیتاست، این اوریج دیتاست که اینم فرض کنیم که اسمشو بگذاریم این. اگر اوریج دیتا از طرف دست راست بزرگتر باشه سیگنال در محیط هست، این فرض H1 درسته، این کوچکتر باشه فرض H0 درسته. پروسسور ما یعنی که آرها رو میگیره، اکیومولیتشون میکنه، اکیومولیتشون میکنه، تقسیم رو پیدا اوریج میگیره، با این طرف مقایسه میکنه، تقسیمشون میگیره، دیتکشن انجام میشه اینطوری. این آری که اینجا، این آر حدی که اینجا شما مشاهده میکنی sufficient statistics، sufficient statistics. یعنی چی؟ کافیه، آمارگان کافی، آمارگان کافی برای دیتکشن همین کافیه، چیز دیگه لازم نیست. چرا میکنه؟ چون که لاکی ریشیو تست تحکم داره میکنه، لاکی ریشیو تست داره تحکم میکنه که شما داده ها رو با هم جمع بزنید با طرف دست راست مقایسش کنید. اینطور شد sufficient statistics، آمارگان کافی. به نظر شما آمارگان کافی ما و
داره چه دیستریبیوشنی؟ آرها رندوم وریبل هم، آرهای ها رندوم وریبل هم داره چه دیستریبیوشنی؟ تحت H1 داره چه دیستریبیوشنی؟ تحت H0 داره چه دیستریبیوشنی؟ پس پی دی اف این الان میدونیم که خب آرهای ها بر اساس این مسئله که اینجا میدونیم گوسی هم یا گوسی هستن که میانگینشون امه یا گوسی هستن که میانگینشون صفر. پس این چطور خواهد شد دوستان؟ اینم گوسیه اینجا مثلا این گوسیه گوسی هستش که میانگینش هستش NM واریانسش هستش سیگمای دو با فرض این با فرض H1 یه ازش گوسی که میانگینش هستش NM واریانسش هستش سیگمای دو با فرض H0 چطور؟ هر با فرض H0 هر کدوم از این هر کدوم از این RI ها صفر میانگینشون جمعشون با صفر خواهد بود. من واریانسشون واضح میگنم با قوه دو چون که یعنی یک رندوم وریبلی هستش که گوسی ها هم جمع میشن گوسی میشن میانگینشون میشه جمع میانگین ها واریانس اینها میشه جمع واریانس چند تا از اینا داریم؟ N تا از اینا داریم پس استاندارد دیویشنشون میشه این هم فهمیدیم این هم فهمیدیم حالا ما میخواییم بگیم که بله طرف دست راست توش خیلی چیزای آننون هست توش خیلی چیزای آننون هست خیلی چیزای آننون بیس تست هم چیکار کرد دوستان؟ بیس تست که اومد اوریج ریسک رو به ما داد که سبب بشه مینیمم باشه. حالا اگر طرف دست راست رو ما نمیدانیم طرف دست راست رو نمیدانیم این پرابیبلیتی چیست؟ این بنده پی دی اف وای با شرط اچ سف رو بیاین روی زی یک ازش انتگرال بگیریم روی زی یک ازش انتگرال میگه میدونی چی داره میگه این؟ این چیست؟ این میگه که هواپیمای دشمن در محیط نیست ولی شما تصمیم گرفتی هواپیمای دشمن در محیط هست این معنیش اینه این اسمش هست پرابابیلیتی فالسالار هواپیمای دشمن در محیط نیست شما تصمیم گرفتی هواپیمای دشمن در محیط هست این ریجن زی یک مال بودن هواپیمای دشمنه این زی سه مال نبودن هواپیمای دشمنه وقتی روی ریجن زی یک انتگرال بگیری یعنی شما داری میگید که هواپیمای دشمنه من دارم میگم هست ولی واقعا نیست پی دی اف میگه واقعا نیست شما داری میگی هست این اسمش از پرابابیلیتی فالس الارم پرابابیلیتی فالس الارم توی مسائل رادار و پدافند و اینطور چیزا اون فردی که جلوی کنسول رادار نشسته میدونی چی میبینه؟ اون یه صفحه میبینه که پر از نقطه های روشن و ایناست روشن های کاری از این میکنه که یا هواپیمای خودی هن یا هواپیمای دشمن هواپیمای خودی رو که ما مکاناشون رو میدونیم کجا اونا رو ما به سادگی حذف میکنیم از سکرین رادار چون میدونیم، مال خودمون میدونیم چی مال دشمن اگر نمیدونیم، اونا روشن میمونن حالا آیا پرنده ها رو ما مکانشون میدونیم؟ نمیدونیم ابرها رو ما مکانشون میدونیم؟ نمیدونیم اونها هم به صورت تارگت میشن برای ما من فهمید، اونها به صورت تارگت میشن پس ما برای اینکه این فردی که جلوی کنسول رادار نشسته
ذهنش بیش از اندازه با چیزهای غیر ضروری پر نشه، الارم زیادی بهش داده نشه، هشدار کاذب زیادی بهش داده نشه، ما دوست داریم که این یه مقدار کوچکی باشه. مثلا حالا اگر بگیم مثلا ستش کردیم به بالاخره ستش کردیم به این عدد، ستش کردیم به این که این یا مثلا ده فوق میل های سه هسته یا ده فوق میل های پنج یا ده فوق میل های هفت، چه اتفاقی میفته؟ یعنی الان اینجا اینو داریم ما ما داریم سدش کنیم به آلفا. زیه کدام ریجنه؟ زیه کلان کدام ریجنه؟ اینجا زیه کدام ریجنه؟ این هم وایه دیگه زیه این ریجنه از اینجا به بی‌نهایت. اگه اجازه اسمش رو چی گذاشتیم دوستان؟ اسمش رو گذاشته بودیم سی مثلا شده ده بابا این های سه شده ده بابا این های سه درسته؟ ده بابا این های سه ما این انتگرال رو فرمولش رو بگیم چیه؟ خاطرتون میاد این رو؟ این شما خاطرتون میاد؟ این اسمش چیه دوستان؟ این اسمش چیه؟ نمیشه فرمولش داره کلوز فرم نداره انتگرال اسمش چیه؟ ام کیو فانکشن دیگه کیو کی میشه بر حساب ارر فانکشن نمایشش داد یا بر حساب کامپلمنتی ارر فانکشن نمایشش داد. پس ما میبینیم یه تغییر متغیر انجام میدیم این تعدیل به چی میشه؟ اینجا میشه این ولی این هستش آلفا. حالا اگر بیاییم معکوس این رو به دست بیاریم این به دست از اینجا این زیتایی به دست بیاریم آمدیم اینورس کیو فانکشن رو پیدا کردیم. این مقدار معمولا هم تیبل بود، کیو فانکشن تیبل داره ما، پس الان پیدا میکنیم که کیوی مثلا ده به منهای سه اگه باشه چیه، پس آرگومنتش رو پیدا میکنیم، آرگومنتش به دست میاد. بعد اینجا چون که این اینجا هستش توش n مشخصه، n مشخصه، سیگمای مشخصه، چیزی که آنونه z c هستش، از اینجا c به دست میاد. c رو که شما داشته باشید اینو پیدا کردید، شما ایتا رو پیدا کردید، ایتا رو اینجا رو پیدا کردید شما مشخص شده دیگه، همه چی مشخص شد. پس با اینکه شما تونسته باشین پراپرتی فالس الارم رو ست بکنید به یک مقداری که هشدار کاذب رو ست بکنید به یک مقداری،
یه نکته خدمت رو عرض بکنم، همین مسئله که ما اینجا برایشون صحبت کردیم برای مسائل نان دیستراکتیو تستینگ قابل استفاده است. نان دیستراکتیو تستینگ NDT Non-destructive testing. شما فرض بفرمایید که مثلا واقعا هم استفاده این شما که اسمبلی لاینی هست، مثلا یه ریلی هسته، مثلا یه سری چیزهای ساخته شده روش میگذارن، حالا میخوان پیدا بکنه آیا توی این چیزی که ساختیم، مثلا فرض بفرمایید پیچ ساختیم روی این پیچی که ما ساختیم آیا توش خلل و فرجی هست، شکستگی توی پیچ هست یا نه. خب اینا میذارم یه اسمبلی لاین، بعد اینجا مثلا یه رادارهایی هست، سیگنال رادار میتابه به اینها بعد برمیگرده، اگه توش خلل و فرج هست پیدا میکنه، ولی میاد فالس الارم رو سیت میکنه به یه مقداری. مثلا تو کارهای نان دیستراکتیو تستینگ تا 10^-2 برای کارهای راداری اینا هست، 10^-2 جواب همین رو میشه استفاده، همین روشی که ما داریم میشه استفاده برای سرطان، بود و نبود سرطان در بدن، مولکول های چیزهای سرطانی، قدرت سرطانی همین مثلا بود و نبود دیگه، میخوام پیدا کنم آیا قدرت سرطانی هست یا قدرت سرطانی نیست، همین کار رو بکنیم. همین مسائله حالا فقط فرقش اونجا اینه که اونجا سیگنالی که تابیده میشه یه مقدار با رادار فرق میکنه دیگه، X-ray، سیگنال های X-ray هست. برای non-destructive testing یا همینطور اونجا هم X-ray تابیده میشه. همین مسئله رو میتونن استفاده کنن برای positron emission tomography، positron emission tomography PET. مغز، آیا اون فردی که ما داریم بررسی میکنی دچار سکته مغزی شده؟ حالا سکته مغزی اون منطقه رو که دارن بررسی میکنن، left right، حالا توی left مثلا این قسمتش دارن عکس برداری میکنن، مثلا پازیتران میتابن میفرستنش توی چمبری اون فرد رو و دورش داره پازیتران میتابنن به این مغز فرد، پیدا کنه که اونجایی که ما داریم الان کانسنتریت میکنیم به وسیله دستگاهمون آیا توش مویرگی پاره شده یا نه. همین لختی خون اونجا هست یا نه، یعنی همین کارهایی که ما انجام دادیم اونجا انجام میشه. به خیلی جایی دیگه اپلیکیشن داریم، خیلی جایی دیگه اپلیکیشن داریم. همین بخون تموم شد. حالا اینو ما ادامه میدیم جلسه بعد به حالتی که ما میخواییم گوسی هایی رو پیدا بکنیم که واریانس هاشون با هم دیگه متفاوته تنشان رو